إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم تعال قرآن كتاب خضراء بحمد شروكة بالحمد لله كبماناي از این که تمام صفات الوهیت و خدایی مختص است برای الله است و یکی خوهم به این گفته که رب العالمین است یعنی خالق همه جهانیان است در صورت کهف الله هم به این میگه که کتاب خود را برای انسانها روان کردگی است الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب تمام صفات الوهیت از برای ذاتی است که نازل کرد به بنده خود کتاب نازل کرد ولم يجعل له عوجا دهی کجی و بطلان و چیزای باطل قرار ندادگیست کلش به حق استوار است پیش از این که ما شما در تفسیر قرآن و در خودش داخل شویم یک چند موضوعات مهم در این باره بیان میکنیم یک مقدمه است و این است که وقتی که الله متعال آخرین پیامبر خود را روان کرد خاتم النبیین را محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدالمناف رسول الله صلی الله علیه وسلم در کجای فرستاد روان کرد در شهر مکه مکرمه شهر مکرمه الله متعال ام القرا میگه و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرا و من حولها الله میگه ما قرآن به زبان عربی نازل کردیم تا که تو اصل شهرها را بترسانی و من حولها و کسایی که در چهار اطراف عزیز دیگه شهرها دنیایی که چهار اطراف ام القرا مکه است مکه فعلا در عربستان سعودی واقع است حاجی صاحبا که میرن بیت الله موجا واقع است خود رسول الله صلی الله علیه وسلم تولدش در امون پالوی بیت الله شده به طرف شرق بیت الله 100-200 متر فاصله دارد رسول الله صلی الله علیه و سلم در نسلش از به اسماعیل و ابراهیم علیه السلام میرسد یعنی آبا و پدرای سابقش نبی بوده پیامبر تیر شده ابراهیم علیه السلام به فرستادن یک نبی در بین عرب ها و مکه دعا کرده بود که ربنا و بعث فیهم رسولم منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم این دعای ابراهیم است خودش میگه که انا دعوت و ابی ابراهیم دعای پدرم ابراهیم علیه السلام است رسول الله صلی الله علیه و آله عرب بود زبانش عربی بود و به عربی صحبت میکرد و کسایی هم که در چهار اطراف مکه بود عرب ها بودند قانون الله است که در یک قومی که پیامبر روان میکند مطابق زبان خودش روان میکند به می خاطر الله میفرماید که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ما هیچ پیامبر روان نکردیم مگر به زبان قومش عرب ها شبه جزیره عربستان عرب بود قرآن به زبان عربی آمده انا انزلناه قرآنا عربیا بسیار جای آیات هاست الله میگه ما قرآن عربی نازل کردیم یعنی به زبان عربی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله در اونجا تولد شد و بعدا در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شد الله برش وحی کرد حالات سیاسی او وقت چه قسم بود
آیا حکومت ها وجود داشت یا نداشت؟ قوت ها، نیروهای نظامی کافر وجود داشت یا نداشت؟ خود اهل مکه به چه حالت بودن؟ یک کلمه باید ما بفهمیم، این در تصویر در ذهن ما باشد که باز قرآن که شما میبینین که اینمی توی جامعه در تصویر تانست که اسلام میکنه توسط یک فرد کامل که رسول الله صلی الله علیه و آله است. در اون وقت شبه جزیره عربستان کدام حکومت مستقل نداشت. همین مکه قریش قبایل بودن، قبایل مختلف. در رأس هر قبیله یک رئیس بود، رئیس قبیله، مثل که حال ملک و ارباب میگن، این ملک این قومی، ملک این قومی، ملک فلان قوم، اینی طور قبایل بود، رؤسای قبایل بودن. اما عرب ها به قریش بسیار احترام داشتن. قبیله قریش در بین از او بسیار خیل ها و قبایل بود، قبیله بود که متولی و متصرف بیت الله بودن. تمام عرب ها به بیت الله احترام داشتن. پیش از آمدن رسول الله صلی الله علیه و آله، چند صد سال پیش اسماعیل علیه السلام اونجا دعوت داده بود در مکه، ابراهیم علیه السلام در خود مکه دعوت داده بود. بعد از ابراهیم و اسماعیل علیه السلام کدام پیامبر خاصی در مکه نامد؟ البته در بین یهودی ها پیامبر آمده، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، سلیمان علیه السلام، داوود علیه السلام و غیره هم بیامدگیست، در مکه نامده. مردم مکه سابقهشان ای بود از نگاه عقیدتی و دینی عقیده توحید داشتن، دینشان اسلام بود، توحید، دین ابراهیمی بود. ابراهیم علیه السلام بتار شکستاندگی است، مشهور است، علیه شرک و بت پرستی مبارزه کرده، عقیده توحید بیان کرده است. عرب ها دیندار بودند، اما دین ابراهیم علیه السلام تحریف کرده بودند. دین ابراهیم علیه السلام چی کرده بودند؟ خوب متوجه بود، تحریف کرده بودند. تحریف چه معنا؟ تغییر داده بودند. چه قسم تغییر دادن؟ از عقیده توحید به چی تبدیلش کردن؟ به شرک، به شرک تبدیلش کردن. بت پرستی، 360 بتارا منیز خدا جور کرده بودن، چیزش در داخل بیت الله، حتی این مجسمه ابراهیم علیه السلام در داخل بیت الله و چیزش هم در اطرافش، در اطرافش جور کرده بودن. اثر هر کدامیش نام مانده بودن، این فلانه خداست، این فلانه، این فلانه مشکل حل میکنه، این چشم دردی، این گوش دردی، این پای مرض، این بخت میته، این پیسه میته، این میته، این تو سر هر کدامش یک نام مانده بودن و بعضی مشابه از اونا را در جیبه خودان، در خانه خودان، در جای میگشتاندن بتاره. نگاه عقیدتی شرک محض، طالب بینی و فال بینی و ستاره ها و این تاثیر ستاره ها، بسیار به این عقیده داشتن. قرآن میگه عقایدشان از نگاه اجتماعی بدماشی و زور، هر کی که زور می بود علمو حکومت میکرد. سر زنها بسیار ظلم بود، نکاح های نامشروع وجود داشت، قوم پرستی و قبیله پرستی و اینی افتخار به قوم و قبیله و به سمت و مکان، اینی گپا، داکوگری و بدماشی. از نگاه اقتصادی بسیار ضعیف بودن، هیچ اقتصاد نداشت، اکثرش چوپان بود، رمچران بود، به خاطر که عربستان دو سش به آب است، آب علف نداره، یک سش آب علف داشت. از 6% مردمش 5% کوچی بود، زندگی کوچیگری، کوچی ها را میشناس، انتقالی از یک جای به دیگه جای، از یک جای به دیگه جای. بعدش به جزیره عربستان در تحت تصرف فارس بود، مثل فارس در وقت ایرانی ها، بعدش هم در تحت تصرف روم بود. دو بر قدرت در او وقت وجود داشت، دو قدرت بسیار قوی که اکثریت دنیا در تحت فرمان از اونا بود. یک امپراتور روم بود، دوم فارسی ها بود. فارس امپراتوری یا حکومت قوی فارس، دولت قوی فارس مرکزش در ایران بود، این تهران ایران. مرکز روم، روم دو بخش داشت، یک روم شرقی بود، دوم غربی. غربیش در ایتالیا بود، شرقیش قسطنطنیه میگن استانبول، استانبول ترکیه. ولی روم غربی ضعیف شد نسبت به حملات مختلف کسا و فارس و غیره حمله کرد و کرد. امپراتور روم حکومت خود به دو بخش تقسیم کرده بود، یک شب به یک بچه داده بود، دیگه شب به دیگه بچه. حکومت اون وقت شاهی و خاندانی بود. بعد روم شرقی بسیار ضعیف شد، روم شرقی بسیار چی شد؟ ضعیف شد، و می خاطر ملحق شد به روم غربی،
روم شرق خلاص روم غربی بود که مرکزش قسطنطنیه است. این همی کشورهای بعضی کشورهای اروپایی و اینا کلش در تحت فرمان ازی بودن. سوریه حتا مصر در تحت قلمرو از اینا بود. بعضی بخشایش به جزیره عربستان هم در تحت قلمرو روم بود. یمن و بعضی سایه دیگهش مربوط فارس بود. عراق و اینجا کلش مربوط چی بود؟ فارس بود. فارس ساسانیان میگفتن، فارسی ها. فارس چی بود عقیدش؟ عقیده از این آتش پرستی، آتش تقدس بوده، روشنی را، آفتاب را، این چیزا را عبادت میکنن. خدای نور و خدای ظلمت میگفتن، دو خدا، یک روشنی یک تاریکی. ایام به طالبینی و فالبینی و همین چیزا بسیار عقیده داشتن فارسی ها. نگاه تمدن تجارت اینگپا و قالین بافی و این چیزا داشتن، سنت قالین بافی، سنت طلا، طلا و چیزا، آنتونا و اینگا پا داشتن. ولی از نگاه عقیدتی بسیار عقیده خراب. حتی مردم هم ملزم کرده بودن فارسی ها، کسی که در سایه ما زندگی میکنه باید آتش پرست باشه، زردشت باشه، دین زردشتی. در خود زردشت نظریات مختلف از حکیم بود، آدم خوب بود نبود، ولی آتش عبادت میشد، آتش عبادت میشد، آتش دوانی و آتش بازار. و افغانستان هم امیتو زردشت آتش پرست بود. یما پاچا و جمشید پاچا و دمی ملخ و اینجا را که ببینید و اینجا هم آتش بازی و اینا میکنن. امی سال اول حمل روز جشنشان بود. این از فارسی آتش پرست هاست، مجوسی ها. در قرآن در کلمات مجوس آتش پرست به اونا با کار رفتگیست. والمجوس هم کل تاریخ دانا اتفاق دارن که خود زردشت هر چیزی که بود ولی تابعدارایش آتش پرست بود. خلاص تابع الحال آتش پرست هستن. همین شب یلدا که میگن، نه میگه ای تو میشه و ایشه و شب بعد میدانن بسار میگه تاریکی از ظلمت هستیست و باز این شب چی میکنن و یکان موسیقی مینوازن و خوراک میکنن و جشن میگیرن، چی کارا میکنن. دا بخیالم اول جدی را میگن، میگه این بسیار دیگه چیز است، شب بسیار دراز است، روز کوتاست، تاریکی زیاد است، روشنی کم است، ما خفه هستیم، جگرخونه، باید خوشی کنیم یا کاری کنیم که شبه این شب شوم است. میگه این شب بعد باید باید خوشی تیرش کنیم این شب بعد و این جشن این کارا میگیرن. خب یلدا همیالو بسیار کشورها شب یلدا و چندین روز است که در میده 20 روز یلدا یلدا کلش تقلیل کرده رایستن، آتش باران میکنن، آتش بازی میکنن. این فرهنگ های از اوناست. روز نوروز تجلیل کردن فرهنگ چی از مجوسی ها نیرو یک حکومت سال های سال اونا حکومت کردن. فارس و روم دو امپراتوری، دو اول قدرت یکی با دیگر رقابت داشت. گای فارس غالب میشد، روم تا یک جای میدوان هیتو بست، گای روم فارس. قرآن از واقعه و جنگ های از اونا یاد کرده. سوره روم الف لام میم غلبت روم، مغلوب شد رومیا، شکست خورد رومیا. در برابر کی شکست خورد؟ در برابر فارسی ها. و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، و اینا بعد از مغلوب شدن زود است که چی شان غالب شان زورآور شان. فی بضع سنین در چند سال، لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذی یفرح المؤمنین بنصر الله ینصر من یشاء. الله جنگ از اینا یاد کرده، تاریخ الله میگه. مقارن ظهور اسلام، همزمان با ظهور اسلام دو ابر قدرت. خب فارسی ها چیستن؟ آتش پرست، ستاره پرست، آفتاب پرست، ظلم. کتابشان اوستا، کتاب زردش، جامعه را به سه بخش تقسیم کرده بود: روحانیون، کشاورزان، جنگیان. جنگیان نیروهای نظامی، روحانی اینمی آتش پرست ها و ملایش ها، کشاورزا دیقانا اینا. دیقان منعیس غلام برده بود، زمینه که میفروختن که دیقانش میفروختن. پاچا شاهی خاندانی، پدر پسر، اینی تو این تو خاندان خاندان. و حتی دعوا میکردن امو امپراتور پاچای فارس که ما را خدا تعیین کرده، گپ ما گپ خداست، کسی گپ ما را رد کنه گپ خدا رد کرده ادامش میکرده. کسی هیچ آزادی گپ بیان حق و هیچ حتی بیان عقیده
آزادی مازادی هیچ چیز وجود ندار، فقط اطاعت بکن. بسیار ظلم هم میکرد، زیاد مالیات میگرفتن از مردم، مردم بسیار بس تو آمده. خوب این گفه را متوجه باشین، خوب که پسان در درس میایه که من گفتم فارسی تو باید بفهمین، یک تصویر کلی در ذهنتان باشه. مالیات در اسلام حرام از گرفتنش، اون میگرفت، حتی سر غریب و همه مالیات وضع میکرد. جنگ میشد، جنگ کتفا روم فارس جنگ میکرد، تمام مصارف جنگ از کی جمع میکردن؟ مردم مالیات زیاد وضع میکرد. مردم بسیار از حکومت سخت جگر خون بودن، پریشان بودن، خفه بودن، ناراض بودن، ناراضی زیاد بود، ناراضی های سیاسی، برادران ناراضی که میگن، نه ناراضی بسیار زیاد. در بخش اقتصاد احتکار، سود میخوردن، احتکار مواد قیمت میکردن، باز میفروختن. زنها منیس برده و غلام استفاده جنسی میشد، خلاص دق زن هیچ آدم نمیگفتن، بعضی میگفت، بعضیش میگفت نه. مردم سخت پریشان، خفه بودن، ناراض بودن، جگرخون بودن، انتظار یک انقلاب داشتن که یک حکومت بیای عدالت بخیزه. ملای عزیز زورشان نمیرسی، به زور سرشان حکومت میکن. و این فارس هم بسیار، ایران است، عراق است، بخشای افغانستان است، بخشای کشورهای عربی است، اینی سعا کلش مربوط. حالا ایرانی ها که زده رایستن نه؟ در جای میگه ما امپراتوری سابقه را چی میکنیم؟ احیا میکنیم، زندش میکنیم. پدرای ما میگه حکومت کرده ایرانی ها، حال خدا همی حکومت ایران ها میخواه کنمو ظلمای کنا که دالین اید سوریه ببینین کشترهاییز به یه اندازه و نکشته بودن یا میکنن. عمر رضی الله عنه ایران فتح کرده در خلافت خود، اینا خفستن که چرا عمر آمد؟ میگه عمر تجاوز کرد در خاک ما، چرا عمر اسلام رو به ما آورد؟ به می خاطر عمر رو بد میبرن. یکی از دلایل دشمنی از این مردم ایران با عمر چی است؟ این سر خاک ما حمله کرد، حکومت ابر قدرت ما رو شکست داد. اینی است. خب این حالت فارس، حالت روم چی است؟ روم ابر قدرت است که حتی در از قدرت روم بود، یکم دفعه فارس غلبه حاصل میکرد. روز مثل که حال امریکا و روس است، اول امریکا خالق میان رقیب نداره، روس چندان چیزی نیست، بعد روس نیست، سابقا هم دو قطب و سه قطب بود، دو قطب بوده، اول روس با امریکا و پسان امریکا شد، حال امریکا بعد روس. این تو اول روم بود، باز فارس رقابت داشتن، یکی دیگر شکست داده نمیتونست. روم چی میکرد؟ عقیده روم چی بود؟ روم هم میگفت که پادشاه را یا چند تا علمای دربار را تعیین کرده بود، خدا تعیین میکنه. مولوی ها میامدن تو را خدا تعیین کرد. گپ امپراتور فرمان بود، فرمانش قانون بود، خودش اطاعت نمیکرد، دیگرا واجب بود، فرض بود که باید اطاعت کنه. عقیده از اونا چی بود؟ نصرانیت، حالا به اصطلاح خودشان میگن مسیحیت، عیسویت، یعنی عیسوی نیستن، مسیحی نیستن، خودشان میگن عیسی و مسیح علیه السلام خو دشمن شرک بود، نه علیه شرک مبارزه کرده، قرآن ما شما میخوانی. از نگاه عقیدتی اونا میفتن خدا سه دانه است، یک تا سه میفتن، خدای پدر، خدای پسر، روح القدس. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، الله یکی از سه خدا، این عقیده را داشتن. دیگر به طالبینی و فالبینی و اینی حتی یکام جای میگفتن این کار بکنیم نکنیم، فال و طالب میدیدن، اگر فال خوب میشد خوب، نمیشد نکو کار. حتی مسائل تیبی را تجویز میکنن توسط فال، این گپا، اینی آدم مریض است، تداویش بکنیم نکنیم، باش فالش را ببینیم، فالش را میدید خوب نبود، برش تداوی نمیکردش، میمرد. این تو یک عقیده مزخرف نی در طب فال و طالبینی را داخل کرده بودن. و از نگاه اجتماعی و همی ظلم مثل فارس مشابه است. در بخش دستاوردهایش کشتی سازی و مرکز کشتیرانی و تجارت کشتی و این چیزا را ابریشم این کارا را میکردن از نگاه مادیات، اما معنویت سالم قطعا وجود نداشت. اونجا هم طبقه شده بود،
حتی پارچای ابریشم هم می بافتن او را غیر از امی خانواده شاه دیگر کس پوشیده نمی تانست. کارمندای دولتی هم مردم ابریشم پوشیده نمی تانست. وام سود در نظام اقتصادیشان احتکار بود، زنا ارزش نداشتند پیشان، قانونیت وجود نداشت، فقط خود امپراتور خودش قانون بود. مردم از امپراتور روم هم سخت بیزار بودن، ناراض بودن، خواهان یک تغییرات بودن. خواهان چی بودن؟ یک تغییر عمومی که این حکومت شکست بخورن، بخاطر که ظلم زیاد میکن. خود دنیا چند قدرت است؟ روم، فارس، دیگه حکومت های کوچک است، قدرت های بسیار بزرگ. نیروهای روم که به لک ها نیروی نظامیش میرسید، بسیار وسایل پیشرفته جنگی داشت. عقیدهشان شرک بود، فارسی هم عقیدهشان شرک. شبه جزیره عربستان چی بودن؟ بت پرست. باز اهل مکه خود را دوستای فارس میدانستن، میفتن فارس آتش پرست است، بعضی بتا در اوجه بود، ما مینه یار عبادت میکنیم، از نگاه عقیدتی فارس به امرای ما برادر است. فارس با خود نزدیک میگفتن، روم بعد میبردن، زیرا روم که بود مخالف بت پرستی هم بتا را عبادت نمیکن، اونا را دشمن میگفتن، فارس دوست میگفتن. کوشش داشتن که فارس سرشان حاکم باشه. اینی حالت دنیا، دوابر قدرت، عقایدی تو ظلم حد موج میزد، عرب ها جهالت موج میزد، شرک بت پرستی. یک تا مسلمان صحیح وجود نداره، یک هم تابوت از یهود و نصارا بعد مسلمان ها بودن، بعضی ها به دین حق بودن، ولی بزار ضعیف چپ دانش بسته گم میزد سرش میزدن. امر بالمعروف نهی عن المنکر هیچ چیز وجود نداشت. دینمی تو حالت خوب متوجه باشین، الله یک فرد کامل روان کرد، خاتم النبیین، و رسول الله صلی الله علیه و آله در کمترین وقت کار اول تنها شروع کرد، تانست که هر دو امپراتور دنیا را شکست بده کمترین وقت. خودش خب یک نظامی را تاسیس کرد، حکومتی را در کمترین وقت، کسایی را تربیت کرد که در ظرف 20 سال هر دو امپراتوری را شکست داد. بیرق و نظام عدل الهی در کل دنیا بلند شد و دنیا را رهبری کرد. اینا فکر خوب متوجه شوید که این یک فرد کامل ای چی کار کرد، چی طریقه داشت که در کمترین وقت دنیا را تغییر داد. حالی که ما شما میگیم ما باید دنیا را تغییر بدیم، میگم تا خنده میکنم، میگه ای اعصابش خراب، چی میگه؟ سعی کن ما را میگه دنیا را تغییر بدیم، دنیا را رهبری کنیم، نه؟ دنیا را از ظلم نجات بدیم. ما شما را باید خواب نبره، خب؟ ما شما امت رسول الله هم خدا میگیریم. کسی که دنیا را شکست داد سابقه خوب نداشت، سابقه ظالم و عقیده خوب نداشت، عمر زلان، ولی اسلام را قبول کرد، هم دو چشم دو گوش داشت. ما شما در این وقت از او که در قویستیم، اراده قوی، ایمان قوی، حرکت قوی، عمل قوی سبب شد که هر دو امپراتور شکست بده. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه پیامبر نیست، معصوم نیست، یک فرد است، یک مسلمان با همت با ایمان است، یک مسلمان است که شکست در برابر کافر قبول نداره. خوب متوجه باشین، خب که ما شما بسیار قوت و نیرو داریم، نیروی انسانی داریم، ضعیف نیستیم ما مسلمان ها. ما که میگیم همین چند نفر نمیگیم، ما جهان اسلام، ما شما ضعیف نیستیم، بسیار قوی استیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک فرد کار شروع کرد. اولین آیات که نازل شد برش در غار حرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. در خانه زیر کمپل خواب بود یا زیر چادر،
الله یه آیت را نازل کرد که یا ایها المدثر، ای کسی که در زیر چادر است یا غافل خواب است، قم، استاد شو، حرکت کو، بیدار شو، بیدار شو، فانذر، بترسان، دعوت بته تا که حرکت نکنی تغییرات نمیه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا. یه آیت نازل شد که حرکت کو و ربک فکبر، رب عظمتش بیان کو، قانونش، دستورش، فرمانش، قوتش، خالقیتش، مالکیتش، تصرفش در کائنات. مردم نمیشناسن الله را. پیامبر صلی الله علیه و آله استاد شد، دعوت شروع کرد. در اون وقتی تو یک حالات بود، کسی میگه ما آیه دنیا را تغییر میتم، دیگه سرش چی میکرد؟ خنده میکرد، میگه فساد بیزی خرابه. کل دنیای قدرت ها رسه که نیروها رسه که چی میگه؟ یک نفر خیست اما تغییر میتم. رسول الله صلی الله علیه و آله مکلف شد که دنیا را چهرهش تغییر بده. قم فانذر و ربک فکبر و انذر عشیرتک الاقربین فصدع بما تؤمر و عارض عن المشرکین. بخی نگنی حالی که مردم بگوی حالات چطور است؟ بسیار خراب است. رای حل چیست؟ میگه وجود نداره. اکثریت میگه وجود نداره، بعضی دیگهش میگه داره. چی است؟ غیر دعا گریان دیگه کار نیست. فقط دعا کو، میگه شو بخی گریان کو، دیگه هیچ نمیشه. این یکان فامیدهش هست. خب این بزار آدم هایی هست که در اسلام پوهندی داره، پروفیسور هست در اسلام. چی هست؟ پروفیسور، موافق دکترا و چی و چی و چی. رای حل چیست؟ دکتر صاحب، پروفیسور صاحب، گریان هست، دعا هست. خلا حالا گریان دعا. پیامبر صلی الله علیه و آله خیچورا قرار در غار حرا میشیش گریان کده دعا کده، میگه یا الله این مردم ها تو خودت دیگه اصلاح کو، ما چیز نمیتونم. آیا پیامبر همی تو کرد؟ نه. پیامبر چی کرد؟ حرکت کرد، مبارزه کرد، دعوت کرد. اینجا رای حل هم برتان بیان میشه، بسیار رای حل قوی قرآن بیان کرده. کسی که این رای حل با قرآن میگه، خب بعد از اینکه بگوی خب باور می، کسی قبول نکنه ایمان نداره. الله متعال در قانونش، الله به خود قانون قوانین داره. این نیست که آدم های تنبل، آدم های غافل، آدم های خواب برده که کار نکنه او را پیروز کنه، هیچ کار، هیچ وقتی کار نمیکنه. حالت بدی یک قوم تغییر نمیده تا که خودشان چی نکنن؟ حرکت نکنن. حالت خوبشان هم تغییر نمیده تا که خودشان بد نشن. ان الله لا یغیر ما بقوم، الله تغییر نمیده حالت بدی یک قوم را یا خوب یک قوم، حتی یغیرو، تا که خودشان تغییر نتن. حرکت کو، عمل کو، با دپالوش دعا کو، الله برات میده. حرکت تا مطابق وحی قرآن باشه، مطابق کتاب باشه، حتمی نتیجه میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم شما را براتان اجمالی گفتم، در کمترین وقت چطور تانست چهره دنیا را تغییر بده، رهبری دنیا را در تحت نظام عدل الهی قرار بده؟ چطور تانست؟ به خاطر که مطابق وحی قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله حرکت کرد، عقب نشینی نکرد، خسته نشد، پریشان نشد، همت خود را دست نداد، صابر و ثابت قدم بود. این می نشانه پیروزی است. بسیار حرکت ها و دعوتگرای مسلمان ما و شما داریم، چرا ناکام است؟ زیرا مطابق قرآن حرکت نمیکنه. اگر میکنه تا یک جای میره، 10 سال، 14 سال، 15 سال اعلام میده. چه کدی؟ 14 سال. از او زیاد نمیکنی؟ نه خلاص، 14 سال جاد بس هست. میگه بیخی سر ما سفید، ما سفید شد. ما خود تکدار دین نیستیم، کل کار ما پیش ببریم. بان یک هم تا دیگه بکنه. این تو میگن ها؟ این تا آدم ها را 10 سال، 15 سال، 14 سال. نوح علیه السلام 950 سال دعوت داد. چند سال؟ 950 سال. خسته شد؟ نه. دعوتشان ببینی، نوح علیه السلام در قرآن چی میگه؟ الله اینی دعوت قومی لیلا و نهارا، شبم دعوت دادم، روزم. ما شما شب روز دعوت میتیم؟ نه، روز یه چند دقیقه خلا.
حوصله دعوت هم نداریم، دو تا گپ دیم جنگ میکنیم، تاپی خدا میکشیم، خراب تاپیش میکنیم، کافر هستیم، مشرک. حالا این کار ما شما تربیه نشدیم، باید خدا جور کنیم. خب هدف ما ایست که باید ما خدا چی کنیم؟ جور کنیم، مثل صحابه، مثل عمر رضی الله عنه، مثل ابو بکر ماشاءالله، مثل عثمان، مثل علی، مثل عبدالله بن مسعود، مثل خالد بن ولی، باید خدا جور کنیم. خب خسته نشیم، ناامید نشیم، پریشان نشیم، از وحی عقب نشینی نکنیم. حتمی پیروزی است، حتمی پیروزی کامیابی حتمی است. الله در قرآن در 10 جای 20 جای 100 جای بیان میکنه یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. اگر الله را دینش نصرت کردین، دعوت و مبارزه میاست، ینصرکم، حتمی شما را الله نصرت میکنه و یثبت اقدامکم. اگر نصرت بکنین، کار کنین، اگر کار نکنی الله کار ام تو ذلیل، مردار، محتاج، هر طرف زده میشی، کشته میشی، برده میشی. این همیان در علب ببینی هزارها تا را کشتن، هزارها تا را تجاوز کردن، هزارها تا را درد دادن، چیز در دست ما میه؟ نی غیر از گریان کو خلاص، یا ایگام دعا کو خلاص. این همی تو ذلیل هستی، میبینی. باید ما شما در زندگی خود تغییرات بیاریم. رسول الله صلی الله علیه و آله دعوت شروع کرد. خلاص شال برتام میگم چند سال در مکه بود؟ 13 سال در مکه بعد از رسالت و بعد از بعثتش. 13 سال در کجا دعوت داد؟ در مکه و اطرافش، مکه و اطرافش، طائف و غیره. و 10 سال هم در کجا؟ در مدینه. زندگی رسالت پیامبر، دعوتیش، مبارزش علیه ظلم و فساد و کفر و شرک و ظالما 23 سال. 13 سال در مکه، 10 سال هم در مدینه منوره. فاصله در بین مکه و مدینه به حساب کیلومتر چقدر است؟ 450 کیلومتر. بلا تشبه اینجا که مزار بوری، این از وطن خود رسول الله صلی الله علیه و آله به خاطر تطبیق اسلام چی کرد؟ ترک کرد. کجا رفت؟ مدینه. هجرت کرد، مهاجر شد. صحابه هم هجرت کرد و در سرزمین هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله وفات کرد، دفن شد. اکثر صحابه همونجا شهید شدن، دفن شدن. بهترین مخلوقات رسول الله صلی الله علیه و سلم در سرزمین، حال میگن دیار غربت، مسافرت و هجرت، اونجا دفن شد. پس در وطن خود نامد. به خاطر چی؟ دین الله، نظام الله، الله حکم الله، به خاطر ازی. بعد 13 سال دعوتش 3 مرحله داشت. مرحله مخفی پنهانی، زیرا کل کافر مشرک بود، علنی گپ میزد، میکشتد. با حکم الله کسایی را دعوت میداد که استعداد پذیرش حق دو بود، طلبگار حق بودن. بعضی همی تو از چهرش فامیده میشه، زد و اناد نداره، سر امو کار کن، سر اون کسایی که زدی و انادی هست، سر از او وقت تزایی نکن. و در 3 سال دعوت مخفی یک جمعی از جوانان را تربیت کرد. 17 18 19 20 21 22 25، یکم تا پیران بود 52 ساله، عمر زانو 26 سال یا 27، ابو بکر که مسلمان شد 36 سال بود. 36 سال هم جوانه، رسول الله هم کوچک بود. و همی قسم دیگه صحابه را، سعید بن زید 17 ساله بود، عثمان 21 ساله و امی تو یا 23 ساله بود. این امی تو جوانا، جمع جوانا تربیه شد. ای تو تربیهش کرد، کوره نمیگم دیگه، او یک باز میایه دیگم جای دیگه میگم براتون. ای تو یک تربیهش کرد که اسلام من حیث خون در رکهایشان جریان پیدا کرد. جانش هم میگرفتی آسان بود، ولی ایمانش، عقیدهش، حرکتش مانع شده نمیتونستی. ای تو تربیه کرد. بعد از او دعوت به مرحله علنی رفت. در مرحله علنی نظام عقیدتیشان رد کرد، نظام خانوادگیشان، اصول و رواجهای اجتماعیشان، اقتصادیشان، به حساب شدت ردش کرد. باز میخوانیم میره این کل سورای مکیست. اونا چی کردن؟ از 3 حربه کار گرفتن، 3 وسیله. اول تبلیغات کردن،
این جادوگر است، این ساحر است، این خارجی است، این چیزی که تاپای بد بود میزنن که مردم بدنام شوه، کسی گپش گوش نکنه، این بیفایده شد. ولی یا پیمرس و مصابه قبل نشینی نکرد، بعد از او چی کردن؟ شکنجه را شروع کردن، این را بزن، او را بزن، دست قطک و پای قطک و حتی بعضی را شهید کردن. اولین کسی که در اسلام شهید شد سمیه، بی بی سمیه، خانم بود، زن بود، آفرینش. اولین کسی که اسلام هم قبول کرده زن است بی بی خدیجه رضی الله عنها، خانم رسول الله صلی الله علیه وسلم. و اولین کسی که قربانی هم داده در اسلام کی است؟ زن است. آل زنا را ببینی، اولین مفسد روی زمین چیزی خرابی را میکنه زن میکنه، نه؟ زنای خوب بسیار کم است. چرا ما شما ایتو نبود؟ چرا زنها را، دخترای خدا، خواهرای خدا، مادرای خدا تربیه کنیم؟ ما شما یاد گرفتیم باید خانمای خدا باید تربیه کنیم. خوش هستیم که آرام باش، بخو، خوشو، این زندگی نیست. سمیه را بسته کده بود، گفت دینت بگرد، توف کد دروی ابو جهل، کافر بیدین، شمشیر کشید زد در دلش. ولی یک زن یک سلیده بگو دیگه در اینجا در درس نروید، یک سلیده اگه آمد دیگه پیداش نمیکن. ای تو زن بود، شوهرش یاسر جان خدا از دستا، شوهر سمیه، عمار، عمار ابن یاسر رضی الله عنه، شکنجه ها دادن، مسلمان ها مجبور شدن هجرت به حبشه کردن، تسلیم نشد، پس آمدن باز رفتن. وسیله دیگه تحریم اقتصادی، رزقشان کم کرد، از هر طرف خرید و فروش سرشان بند کرد. حالی که میکنن مسلمان ها 3 سال در شعب ابی طالب مثل که در بندی خانه باشی، نان نمیاد، ولی تسلیم نشدن. تا اینکه رسول الله هم اهل مدینه را دعوت داد و زمینه مساعد شد برای هجرت به طرف مدینه. سورای مکی را که ببینین، کلش تر مسلمان ها زجر، شکنجه و تکلیف، الله به صبر و حوصله دعوت میده. سورای مکی پیش از هجرت تمام سوره را مکی میگن. سوره های مدنی کدام سوره است؟ بعد از اینکه مرحله سوم دعوت، رسول الله هم مدد خواست از مسلمان ها، کسایی را تربیه کرد در مدینه، اونا را گفت که بیاین بر ایجاد یک نظام، یک جامعه، یک حکومت کار کنیم. اونا تسلیم شدن. خب اونا چی کردن؟ اونا اهل مدینه، انصار میگن اهل مدینه را، نصرت کردن کی را؟ مهاجرین. زیر رسول الله هم از اونا نصرت خواست، کمک اهل مدینه را مهاجرین میگن. و قرآن یاد میکنه از هر دو گروه، و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعهم بإحسان رضی الله عنهم. الله میگه از انصار و مهاجرین راضی است، الله از اینا راضی است. و اعد لهم جنات، الله برای اینا جنت ها را آماده کرد. ایناله در مدینه که پیامبر صلی الله علیه و آله خوب متوجه باشین، حکومت جور شد، جامعه، حکومت، قوت، نظام، ارتش، لشکر. سیاست داخلی رسول الله صلی الله علیه و آله در حکومت چی بود؟ تطبیق اسلام. سیاست خارجیش دعوت و جهاد. به می خاطر وقتی که مسلمان ها در مدینه آمدن احکام نازل شده. حال ما شما سوره فاتحه را می خوانیم بعد از این بقره، در سوره بقره ببینین عقاید است، احکام عقیدتی، احکام معاملات است، احکام سیاسی است، احکام خانوادگی است، احکام اجتماعی اقتصادی، یعنی قوانین سیاسی، قوانین اقتصادی، قوانین اجتماعی، قوانین خانوادگی است. چرا یا نازل شد؟ زیرا مسلمان ها قوت داشتن که نازل میشد تطبیقش میکرد. پیش از اون احکام نازل نشده بود بخاطر که مسلمان ها دارای قوت و نظام نبودن، و الله بخاطر بقای حکومت و نظامی که مسلمان ها را توفیق داد ایجاد کردن احکام روان کرد. اگر میخواین حکومتتان قوی باشه، با ثبات باشه، شکست نخوره، از این اصول پیروی کنین. اگر نکردین حکومت از دست میتین. و هم تو شد تا وقتی که مسلمان ها به قرآن اسلام چنگ زدن حکومت داشتن. حکومت اینه که رسول الله صلی الله علیه و آله جور کرد، چند سال دوام کرد؟ 1300 سال، 13 قرن ادامه پیدا کرد، 13 قرن. اگر که در راستش کسای آمده که ضعیف و سست و اینا بوده، ضعیف و ایمان اینا، 30 سال خلفای راشدین بودن، 30 سال یا دنیا را فتح کردن. بعد از این 92 سال
اموی ها بود در خلافت چند سال؟ 92 یا 93 سال. خاندان معاویه رضی الله عنه، معاویه و اموی ها اسلام در اروپا رساندن، خلفای راشدین در آسیا بخش افریقا، اینا افریقا را هم فتح کردن، در اروپا هم رساندن اسلام، آسیا را هم فتح کردن اموی ها. این اونا خلفا نبودن ولی از خلفا کردن، بسیار پیشروی کردن. بید تو یک حکومت ماشاءالله، به به بخوانین تاریخ که تعجب میکنید. بعد از این خاندان عباس، عباسی ها آمد، عباسی ها اموی ها تا 132 در قدرت سیاسی مسلمان ها بود، دنیا را رهبری میکرد، بیش از 100,000 ارتش جنگی داشتن، خاص نیرو، اولین کسایی بودن نیروهای دریایی و کشتیرانی را جور کردن اموی ها. بعد از این عباسی ها عباس کاکای رسول هستم، خانواده و به نظر ما شما اهل بیت هستن و میگفتن هم که ما اهل بیت هستیم. اینا از 132 هجری تا 565 هجری 524 یا 25 سال اینا در قدرت بودن، بیش از 5 قرن اسلام تطبیق کردن، 5 قرن 500 سال کم گب نیست. ای تو مسلمان ها در خلافت از اینا اقتصاد بالا، فرهنگ بالا، سیاست بالا، ای تو قوی بود مسلمان ها، حد نداشت. از کشورهای اروپایی اینجا می آمدن در سرزمین های اسلامی تحصیل می کردن. بورس یک اروپایی آلمانی که می برامد که می رود مصر و عراق و درس، از خوشحالی در جان خود جای نمی شد. بما بورس آمده، حالا که در اینجا بورس بیاد برای یکی بس امریکا، هیچ شب خوابش نمیبره. از امریکا بورس آمده، از آلمان بورس آمده، نی؟ هالند بورس آمده با ما، او وقت با اونا از این طرف بورس میرفت. حالا ما این تصیل هستیم که از اون طرف بورس ها بیایه، نی؟ هیچ چیز، این ذلت هست. ما باید بورس بتیم با اونا، نه این که اونا با ما بتن. و بعد از او خلافت عثمانی ها، ترک ها، الله قوت به ترک ها داد، 700 سال در قدرت بودن. در سال 1924 میلادی، 1924، یعنی تقریبا 100 سال پیش او خلافت چکت سقوط کرد، نظر به عوامل گناه هایی که دست خودشان شده بود. بعد از اون ما شما کدام حکومت واحد و کل نمی سرزمین های اسلام یک بکن، یک کسی از این میجه که حرکت میکرد، نه تا اسپانیا را کسی چیز نمیگفت، دلش پیاده میره، دلش در خر می رفت، دلش در اسب می رفت، دلش در قاطر می رفت، کسی گفتش نمیتونی کجا میری، طبیعت مسلمان خلاص. های تا مسکو می رفتی، تا سای چین می رفت، پاکستان اینجا. حال ما شما را چی کردن؟ در قفسچا انداختن. افغانستان یک قفسچا، پاکستان دیگه قفسچا، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، عربستان قفسچا. از اینجا اوسوشو مرد چیتا پاسپورت بته این بته او بته، حال پاکستان که پاسپورت هم در می تچیر میکنه، تابله ها چر تزه شیخه شیخه اوسو میری ایران، کمی موتر تیز که ایران میرسه، ایسو میری تاجکستان، این هم میمانه، اوسو میری ترکمنستان نمیمانه، اوسو میری ازبکستان نمیمانه، اوسو میری چاینا، عربستان خو کل اگر اجنبی میگه، غیر از خودش رو هیچ آدم نیست پیش از اونا، کسی اجنبی. حال ما یک قفص شخص نیست، بندی خانه از افغانستان، چرا نمیتونم من آزاد بگردم؟ من را در قفص چند داختم، کل ما شما را در قفص چند داختم. کشور اروپایی که بروی بگه چی کار هست افغان، او گمش که میگه بیخی پس برو، اونا خواهیچ مسلمان نمیمانی. حتی همین کسایی که اینجا هستن در این سرزمین نامش چی ماندن؟ افغان. پیش از او خراسان به افغانستان خود دوران کی شد؟ احمد شاه بابا، نه؟ این سرزمین نامش افغانستان در کدام دوران شده؟ احمد شاه بابا افغان شد. حالا هر که میگه افغان، کلگی میگه افغان، سرزمین افغان، 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 یکم تو را بگوی چیستی؟ میگه من اول افغان هستم بعد مسلمان، افغانیت این قوم 5000 ساله تاریخ داره. ای تو میگه
افغان ها 5000 ساله تاریخ. اگر اینمی مسلمان های سرزمین که افغان میگن، ایران چی است؟ دری زبان فارسی زبان. این چی دیگه در مذهب چیست؟ شیعه تشیع. اینمی شیعه ما افغان ها که اونجا میرن قبولش ندارن. چیستی؟ افغانی کثیف برای میگن. نشد از چهار منزل زیر میپرتش. دیدین شما چهار منزل کارگر زیر انداخت. امیال هر روز میزنم میکنم. ما چون 300-400 نفر میکشم. آنه در اینترنت اینجا ببینیم پشتهایشان سیاه گشته که چنان میزنن. یا اگر گفت که ما شیعه هستم برو در سوریه جنگ کن مسلمان بکش، نمیکشی برو گم کن خدا. اگر پشتونای ما میگن ما پشتو زبان هستم کجا میری؟ پاکستان. پاکستانی ها را میگن خیبر پختونخوا نه، حالا شما پشتون نه، تا کابلی میگن کابلی اوزه. هرچی میگه زد پختانه هم پختون نیمنم میگن ز پختونیم، نه تا افغانی، افغانیه. و افغان ها مقنه میشناسن کابلی میان، کابلی ز کابلی پل ملک تازه. دیدین که چنان زدن دادن ماجرین، ماجرین 40 ساله را کشیدن، 40 سال اونجا بود زده کشیدن، بندی کده هم یال بساریش بندی است. کارت ماجر کارت 40 ساله پیش است، او را ایچ کرد میان بیار پاسپورت. مردم میال میاین بیچارا، میال آمده را ایستن در میزمستان جایی ندار. روسا اینجا حمله کرد، اگر این مردم سرزمین جاد نمیکرد پاکستان حال اینجا روس شده بود. روس حال این این مردم همی برادرهایشان مدینه را سیکو، انصار مدینه را باید میخوانی صفتهایشان که مهاجرین زمین های خدا نبرش داده. حکومت پیش مهاجرین بود دعوا نکدن. بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله قدرت کی رسید؟ انصاری رسید یا مهاجر؟ مهاجر. ابوبکر مهاجر بود، عمر مهاجر بود، عثمان مهاجر بود، علی مهاجر بود، معاویه مهاجر بود و همین قسم اموی ها کلشان مهاجرین است. عباسی ها کلشان. انصاری نخیست که بگوی حکومت با ما بتی. او چی بود؟ ایمان بود. او جا قوم ما نبود. هر کس اسلام تطبیق میکنه خلاص. این حکومت های فعلی را ببینی تو با اسلام را ببینی و یا را ببینی خندت میاد. گپ از اسلام باشه خیست میزنن ما مسلمان است، قوی ترین مسلمان های جهان میگه ماستیم. همی افغان هم یا میگه بقره گفته بودن که دنیا چقدر در یک چا بود، گفت کل دنیا اینمی هست هاو هست. گفتن نه تو در چا هستی، از چا بکشه این زمین هستی که خوش کرد کلان جایه. حالی افغان هم چیزی رو ندیدن خب، میگن از ما کده قوی، از ما کده این نیست. تو برای بیرون تو چیزی رو ندیدی، از دنیا خبر نیستی، چی هستی تو؟ این که خدا تعریف میکنن، خدا بزرگ نمایی میکنن، چیق میزن از خوردش گرفته تا کلانش خب. هستیم ما چی داریم؟ هم میاله این چیز نیست. نه اقتصاد داریم، نه حکومت قوی داریم، یک نظام قوی داریم، نه عدالت داریم، نه اسلام صحیح تطبیق میکنیم، هیچ هیچ چیز نیست. نه علم قوی داریم، نه گپ ما او در کجاست؟ تا بال ما خود نشناختیم ما کیستیم، در کدام درجه هستیم، نه که باز کار کنیم ما. اگر تاجیکای ما بعد این قوم دمی سرزمین است، تاجیک است از نگاه ملیت و نژاد، در تاجیکستان برای قبولش نداره، میگه افغان هستی برای ازبکای ما در ازبکستان میره قبولش داره؟ نه ازبک هستم میگم برو میگم. ترکمن داریم، ترکمن تبارای ما در ترکمنستان میره قبولش نداره. او تاجکا اینجا میره قبولش نداریم، او پشتونای اونجا اینجا میره ما قبولش نداریم. این ما شما را زدن ای ترک کردن توتا و پرچه کردن تا که ما شما ای توتا و پرچه های خود از بین نبریم، یک وجود واحد نشیم، یک پیکر واحد نشیم. رسول الله صلی الله علیه و آله هم میگه پار از بین برد که حکم دنیا را رهبری کرد، میگه پار از بین برد. خب شما اینا لفا میدین که قرآن وقتی نازل شد، پیامبر وقتی آمد که در دنیا چند امپراتوری است؟ دو دانه بسیار کلام. عرب ها وضعیتش چی است؟ فارسی ها در چی وضعیت است؟ رومی ها در چی وضعیت است؟